اون یک دختر خانم شیرخوار 6 ماهه هم که با چیف کامپلینت بیقراری شدید از 2 روز پیش مراجعه کرده. این شیرخوار 6 ماه متولد و ساکن شهر ساوه هستن، شغل پدرشون آزاد بوده و از اتباع افغان بود. پرزنت ایلنس بیمار رو اگه بخوایم بگیم، بیمار شیرخوار دختر 6 ماهه که با شکایت بیقراری که از 2 روز قبل شروع شده به این مرکز مراجعه کرده بودن. بیقراری بیمار شدید بوده و به صورت گریه کردن شدید و متناوب و جمع کردن پاها داخل شکم بوده که مدت زمانی بیقراری هم حدود 20 دقیقه بود. شیرخوار تو فواصل این بیقراری ها و گریه کردن آروم بود و حالت خواب‌آلوده داشت. مادر بیمار همچنین اظهار میکنه که شیرخوار 3 نوبت استفراغ داشته که معمولا متعاقب شیر خوردن بود. استفراغهاشون هم غیر خونی و غیر صفراوی و غیر جهنده بود و حجم کمی داشت. 1 نوبت اسهال رو هم در شرحال مادر واسه کودک میگه که اسهالش هم کم حجم بوده. 1 شرحال مشکوکی از کارنجلی استول یا همون مدفوع حالت شاتوت مانند و با دونه های کشمش و اینا رو هم مادرش میداد، ولی خب خیلی شرحالش ریلایبل نبود در این مورد. اگه علائم دیگه‌اش بخوایم بگیم، پورفیدینگ داشتن، تب و سرفه و علائم کوریزا اینا رو ذکر نمی کردن، کیس ایندکسشون منفی بود، خصخص سینه نداشتن، یک کاهش حجم مختصری رو تو ادرار ذکر می کردن. پس مدیکالشون رو اگه بخوایم بگیم، یک شیرخوار 6 ماهه فرزند 1 از 1 ترم بودن، حاصل MVD بودن، وزن تولدشون 2 کیلو 750 گرم بود و بدون انسالت زایمانی به دنیا اومده بود. وزن فعلی نوزاد هم 7.5 کیلو. قد بیمار 65 سانتیمتر بود که کلا از نظر تکاملی نرمال بودن و مشکلی نداشتن. صدک قد و وزنشون هم حدوداً رو منحنی 50% و مادرشون هیچ بیماری خاصی واسه شون ذکر نمی‌کرد. دراکیسوریشون داروی خاصی رو ذکر نمی‌کردن، فقط همون قطره عادی رو مصرف می‌کردن. آلرژی هیستوری هیچ گونه سابقه‌ای از حساسیت دارویی و غذایی رو ذکر نمی‌کردن. پس سرجیکال هیستوریشون هم منفی. وایتال ساین بیمار رو اگر بخوایم بگیم، اتوستش 95-98% بود، بلاد پرشر 85/60، TS 36.5، رسپیریتوری ریت 25 و پالس ریت 125. فیزیکال اگزم بیمار به شیرخوار دختر 6 ماهه هوشیار بود ولی بیقراری میکرد، ایل بود ولی توکسیک نبود، تبدار هم نبود. تو معاینه سر و گردن مردمک ها مید سایز بودن و قرینه و ریاکتیو به نور، ملتهب پیل نبود، اسکرا ایکتریک نبود، مخاطات کمی خوش بود ولی خیلی خوش نبود. لنفادنپاتی گردنی نداشت، کنجکتیویت نداشت، پرده تیمپان 2 طرف نرمال بود، معاینه حلق اریتم اگزودال تورم نداشت، فونتانل ها دپرس یا بالج نبود. معاینه قلبشون نرمال بود، S1 و S2 بدون سوپ چنیده می شد، ریاهاشون سمعش کلیر بود بدون ویزینگو که آکل و کاهش صدا. معاینه شکم نرم بود و بدون دیستنشن و ارگانومگالی هیچ توده ای هم تو لمس عمقی به دست نمی خود. معاینه پوست راش پوستی و زایعات رویت نشد، معاینه ژنیتالیا نرمال بود. معاینه اندام، نبض اندام ها قرینه بودن، ادم و سیانوز و کلاوینگ نداشت، کپیلای فیلینگش هم نرمال، رفلکس های عمقی بیمار نرمال بودن، این کاهش مختصر ترگور پوستی داشت و مخاطات مختصری خوش بود. لب دیتاش در حدی که تا دیروز اومده بود و ما دیدیم، BS 77 داشت، بیوینکراتش نرمال بود، سدیم پتاسیم 145، وایت بی سی بالا داشتن که 20770 بود و پلاکت بالا تو آزمایشات که 645000 بود. PTPTD ESR سیاسی تو آزمایشاتش نبود، درخواست نشد. یه سونو واسه بیمار ابتدایی که اومدن مرکزی سونو درخواست شد که کبد و کیست صفحه و کلیه و مثانه و تحال نمای نرمال داشتن، ولی یه لوپ اینواژینه با نمای تارگت با نمای تارگت سمت چپ شکمش به ابعادی که 26-70 میلیمتر باشه رویت شد که تا قسمت فوقانی رکتوم اینواژینسیون ادامه داشت، در طول سمت چپ شکم رویت میشد که ابتدا در ناحیه اپیگاس بود که در درجه اول هم امواژیناسیون ایلوسکال توی کشیده رو اصلا مطرح کرد. یه مایع آزاد مدریت هم تو مجاورت لوب امواژینه رویت می شد و لنفادنپاتی مزانتریک تو مزانتریک باشه.
و اگه پرابلم لیست بیمار رو بخوایم بگیم، تو صدرش هم بیقراری شدیدی که علت مراجعهش بود که مدت 2 روز بوده و حالات تناوبی داشت. 3 نوبت استفراغ خونی غیر جهنده غیر صفراوی کم حجم که آبی همون شیر مادر بود و 1 نوبت استفراغ صفراوی، 1 نوبت اسهال غیر خونی و 1 شرحال مشکوکی از کارنجلیستو، فولفیدینگ و عدم تحمل پیو و تو آزمایشاتش هم 1 لوکوسیتوز و ترومبوسایتوز. تشخیص های افتراقی همین هایی که لیست کردن که در صدرش همون اینتوساسپشن یا همون اینواژیناسیون، انسداد، هنو، گاستروانترایتیز، میلک آلرژی، اینکانسریت ترنی، اینترنال ترنی و بایستا. الان تو تشخیص افتراقی ها خب نظرت چقدر واقعا آلرژی به اولا که اینو میگن کاوز میلک آلرژی به پروتئین شیر گاو، خب چقدر واقعا ممکنه به این بچه بخوره؟ کلن بیشترین تشخیصی که حتی خیلی ببین تو اصلا وقتی آلرژی به پروتئین شیر گاو مطرح میکنی که بچه اصلا بدحال نباشه، بچه گاهی شما میبینین مثلا جی آی بلیدینگ هایی که حتی گاهی حجم اولا که مدفوعی و حجمشون زیاده، توی اون اپیزود اتفاقا بچه ممکنه که خیلی بیقرارم نباشه. بله دقیقا، خیلی ممکنه اون موقع بچه بیقرارم نباشه، حال عمومیش هم خوب باشه، شما میدین بچه داره میگه و میخنده ولی خون دفع میکنه و سابقه ای هم بگردین مثلا که استولی ازش میگیرین که قبلا وایت پیسی بالای 5 تا داشته. وایت پیسی بالای 5 تا یعنی التهاب به نفع آلرژی توی بچه زیر 6 ماه. اما توی این بچه که عملا برای شما بچه بیحال اومده، بچه ببین شما تو سونوی که گفتی طول کشیده، قبل اون وقت شرح حال هم داشتی میگفتی به نظرم اومد که این طول کشیده است، ببر عقب دوباره، ببر رو شرح حاله. خب ببین مثلا شما انتظار داری یه بچه ای رو که با امواژیناسیون میبینی علائمی که به طور شایع تو اورژانس بچه میاد با امواژیناسیون چی باشه؟ سن شایع شروع کن از سن، میخوام یه مروری هم داشته باشه. میگه خیلی مواقع میگن اطلاعات تئوری رو نگین، ولی این تئوری هست که علم شما رو میسازه تا بتونین بدونین و یه جاجمنت خوبی داشته باشین در مورد مریضتون. و اینکه خیلی موقع میگن بذارید برن خودشون بخونن، که من فکر میکنم انقدر همه کار دارن و تو اینترنت سرشون شلوغه، اگر ما داریم صحبت میکنیم دیگه اول تا آخر مبحث رو صحبت کنیم. امواژیناسیون بیشتر تو چه سنی شما انتظار داری ببینی؟ بگو خودت بگو، هرچی هم نمیدونستی اصلا اشکال نداره بچه ها بگن. سن شایعش همون از 6 تا 8 ماهگی الا حدود 14 ماهگی 15 ماهگی چیزی که من دیدم، 8 تا 14 ماهگی بیشتر شایع. این چیزی که تو دیدی تو کتاب چی میگه؟ کتابشو در 6 ماه تا 2 سال زیره. بس من این کامنتاتون از این طرف باز کنم درست ببینم. خب پیماتو درست دیگه بچه زیر 3 ماه که خیلی نداریم عملا بالایه، و تو بچه های نارس هم خیلی دیده نمیشه بچه ها، بیشتر توی بچه های 5 ماه تا 3 سال بیشتر دیده میشه. 5 ماه تا 3 سال خب یعنی از اون برم دقت بکن که تو بچه های خیلی کوچیک یعنی زیر 5 ماه هم شاید به قول تو الان جزء تشخیص افتراقیات ابستراکشن گذاشته بود، ابستراکشن تو زمینه های دیگه ممکنه باشه. یه چیز دیگه تو نوشته بودی تو دیفرنشیال دایگنوزات هنوخ. ببین بچه ها وقتی میخونی درسته هنوخ خودش میتونه باعث به خاطر واسکولیتش میتونه که باعث امواژیناسیون بشه، امواژیناسیون تو هم رفتن جدار روده تو همه که اون حالت تلسکوپ میگیم ایجاد میشه که تو سونو دیده میشه دیگه. خب یا اینکه اگه تو نمای طولی ببینیم یه حالت لوله‌ای به خاطر اینکه تو هم رفته و صفر شده، تو طولی اینطوری میبینیم، تو عرضی حالت اینطوری داخل هم حالت تلسکوپی دیده میشه توی سونو. هنوخ میتونه باعثش بشه، اما وقتی تو تشخیص افتراقیات میذاری هنوخ باید یه چیزی به نفعش داشته باشه. هنوخ چی میبینی توی یه بچه‌ای که با هنوخ میاد؟ معمولا راش های پوستی
نشون میبینیم، یا آره مثلا کلا راش داره، به قول دکتر کیارش آرتریت داره، پورپورای قابل لمس. خب تو اگر این بچه رو ببینی با درد شکم کولیکی، ما قاعدتا توی بچه هنو حتما اینسولین شکم میخوایم، خب اما و دلدرد هم به علت واسکولیت بخشی از علائم یه بچه هنو هست، اما اگر من سونو کردم، تو سونو دیدم که این روده حالت با تو میکروفون چه میشه لطفا ببندی؟ میکروفون چه میشه لطفا ببندی؟ چون ما دوتا توی یه شبکه هستیم. نه اشکال نداره، میگم شما سوال میکنی من با ببندم و برای ببخشید بچه ها. داشتم اینو میگفتم، اگر شما یه بچه هنو رو ببینید با شرحال تیپیکش، تیپیک بیماری هنو تیپیک معمولا به خاطر اون پورپورای قابل لمس، شما زود تشخیص میدید. و اگه ببینید درد کولیکی داره، سونو میکنی، سونوش به نفع هم واژیناسیونه، خب میگیم بله من انتظار دارم توی هنو به عنوان یکی از اتیولوژی های اینتوسپشن من اینتوسپشن ببینم. خب اما اگه توی این بچه من توی تشخیص اتفاقم نمیتونم این هنو رو بذارم یا کازمیک آلرژی رو بذارم، خب یا این کارسریتد هرنیا رو هم عملا نمیتونیم بذاریم، خب به خاطر اینکه اینا رو تو تشخیص اتفاق فکر کنم مهمترین جایه یه پزشکی، به خاطر همین به این دارم اپروچ میکنم. نمیتونیم بذاریم اینترنال هرنیا، باز کم دیگه چی دکتر نوشتی؟ وولولوس، که قاعدتا تو وولولوس حالا به هر حال به عنوان یکی از اتیولوژی انسداد حالا میتونی حالا بگی، اشکال نداره تو قسمت های بعد. اتژن باند رو نمیتونی بگی به خاطر اینکه بیشتر اتژن باند به دنبال جراحی ها ایجاد میشه، خب این بچه سابقه جراحی نداشت. خب پس این تا اینجا یک کمی رو گفتیم شست رفتش بکنیم. حالا در مورد این تو ساسپشن که تشخیص اولیه یه دکتر هست، گفتیم سن بچه قاعدتا تو سن مجاز سنش میخوره. یه بچه ای بوده که میشه لطفا اصلاد اول تو بیاری، یه بچه ای بوده که با دلدرد که نمیتونه گزارش بده، با بیقراری دو بخونیم، بچه ای بوده دختر 6 ماهه. بچه تو دخترها بیشتر این تو ساسپشن یا پسرها؟ پسرا 3 برابر بیشتره، چه پسرا بیشتره، با شکایت بیقراری که از 2 روز قبل شروع شده به این مرکز مراجعه کرده. بیقراری بیمار شدید بوده، به صورت گریه کردن شدید و متناوب و جمع کردن پاها داخل شکم، که مدت زمان بیقراری حدود 20 دقیقه بوده. 20 دقیقه زمان طولانیه ها، ما انتظار داریم، من احتمال میدم این اشکال در شرح حال باشه. زمانهای بیقراریشون 20 دقیقه نیست، معمولا در حد چند دقیقه است بعد آروم میشن، مگر اینکه واقعا طول کشیده باشه. کلا شرح مادر لیبل آها درسته، بله گاهی شرح حال توی بچه ها گرفتن واقعا سخته، گاهی راحت. خب بچه ها اگر که این بچه 6 ماهه ما حالا این حالت پا جمع کردن شکم رو نداشت، همون اول که گفت بچه 6 ماهه با بیقراری شدید، چه تشخیصایی تو ذهنتون میاد؟ تو درمانگاه نشستین، شما باید اپروچ تو ذهنتون بیاد که بعد بگین خب حالا پاشو تو شکمش جمع میکنه، چون خیلی مواقع نمیگه اصلا پدر مادر. چه تشخیصایی بچه 6 ماهه با بیقراری شدید میتونه داشته باشه؟ بگو تو، بگو بچه هم تو چت اینجا می نویسن. باز یکیش همین ایمیجینال، آره انقدر انسداد و زود سراغش نرو. یه دفعه بچه ای سالم، خب عفونت ها به این بچه ها نوشتن UTI. دقیقا ببین بخوام به ترتیب بگیم چند تا رو، شما همینطور بنویسیم بچه ها. کولیک نوشتن، پریسا نوشته کولیک. خب چقدر ممکنه کولیک باشه؟ یه بچه 6 ماه انتظار داری دیگه کولیکش قبلتر شروع شده باشه، بنابراین برای کنار گذاشتن کولیک دایورتیکول مکل اصلا درد نداره. دایورتیکول مکل خونریزی بدون درده تو سن حدود 2 سالگی، چند تا دو داره، تو مثلا میگن 2 فوتی از نمیدونم
چیز این چیز روده تو سن 2 سالگی و خونریزی بدون درد. آپاندیسیت میگن بچه ها، آپاندیسیت بیقراری شدید توی بچه 6 ماهه. یکم اصلا آپاندیسیت سن شایعش با 6 ماهه، یعنی بچه بزرگتر درگیر میشه. بگین بچه ها که بحث کنیم سرش، انسداد میتونه باشه، انسداد، ولی باز هم میشه در واقع جزء علل شکمی دیگه. بذاری من بیارم یه چیز دیگه پیاماتون رو بخون. آها، یوتی آیو گفتن قبول کردم توی بچه توی یه بچه 6 ماهه پس با بیقراری شدید. دست بزنین فونتانلش رو ببینید، ببینید که نکنه بالج باشه. گرچه بچه اینم بهتون بگم فونتانل خودش بالج با گریه میشه ها، وقتی که آرومه باید بیشتر دست بزنید. چرا؟ چون یکی از تشخیصهایی که تو ذهن من هست و شما نگفتین مننژیته. بچه بیقرار مننژیت رو باید در نظر داشته باشیم، اماجیناسیون رو در نظر داشته باشیم. کاری راحت ترم اول میکنیم چون سریع کنار گذاشته میشه، بچه نمیگیریم صاف سود الپی بکنیم. اول میگی اماجیناسیون، میپرسی پاشم تو شکر جمع کنی سونو، که سونوش هم هست. یو تی آی ممکنه، دقیقا سوختگی محل پا، یو تی آی و یو ای میگی ازش، سوختگی رو نبا میکنی، نگاه میکنی ببینی پرینش نسوخته باشه. دهیدریشن خودش گاهی بیقراری میده بچه، ولی و سپسیس. خب بنابراین شما باید به این تشخیص ها فکر بکنین و از در موردش مریضتون رو یه اولویتی بکنین. در مورد هر کدومش مثلا نگاه میکنی میگی نکنه سپسیس باشه، ببینم یا مننژیت باشه، اینا توی یه طیفن دیگه، ببینم تب داره، ماتلین داره، انداماش سرد نباشه، کپیلاری ریفیلش طولانی نباشه، اصلا مریضم بدحال نباشه. تو مریض بدحال میبینی به هر حال باید این علائم حیاتی و سردی اندام، ماتلین، کپیلاری ریفیلتان همه اینا رو بگی، تاکیکارد نباشه بچم. بچه ها بیقراری تو چند ماهگی گاهی میتونه چی باشه از علل قلبی بچه ها؟ یعنی در واقع میتونه یکی از علل هم علل قلبی باشه. توی علل قلبی چی به ذهنتون میرسه؟ بنویسید، منتظرم. بچه ها آریتمیا که تو رأسش SVT گاهی بچه رو همینطور بیقرار میکنه. پس حتما حتما یادتون باشه که هارترت بگیرین. اگه بچهتون شیرخواره بیشتر از 220، اگه بچهتون بزرگتره بیشتر از 180 تا اگه بود حتما فکر بکنین که نکنه که بچه شما SVT کرده. یه EKG بگیریم ببینیم پی داره نداره، اگه نداشته باشه و صاف 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 آر آرا همه فاصله شون یکی باشه و اصلا وریبل نباشه، شما فکر میکنین که ممکنه که SVT داشته باشه بچه. خب حالا توی این بچه یکی، حالا ما این بچه رو سونا هم که کردن گفتن این واژینیشنه. ببینید یکی این که میگه تایمای بیقراری داره طولانی میشه، فاصله بین بیقراری ها بچه خوابالود شده، دقیقا همون چیزیه که کتاب بچه ها تعریف میکنه راجع به علائم والینیه یه بچه امواژیناسیون. امواژیناسیون میگه که علائم بالینیش چیه؟ بنویسید برام بچه ها. خب پس بنویسید، من منتظرم که کلاسمون با هم باشه. خب دلدرد داره، بیقراری داره، دقیقا دل درد متناوب داره که بیشتر مواقع همراه با جمع کردن پا توی شکم تو استفراغ دیده میشه، ولی انتظار نداریم خیلی زیاد باشه. این مدفوع ژله‌ای هم هست یا نه بچه ها؟ کی دیده میشه؟ کارنت ژلی بهش میگیم. مدفوع ژله‌ای بچه ها میگیم اگر که این روده زیاد تو هم دیگه مونده باشه، حالت گانگرن ایجاد کرده باشه، حالت مدفوع خونی میشه. پس میگیم و یه چیز دیگه هم بچه، آره تو امواژیناسیون های طول کشیده بیشتر دیده میشه. ما انتظار ما خیلی مواقع امواژیناسیون ما خیلی میبینیم، ولی مدفوع مدفوع خونی یه علامه خطر برامون.
که اونم گاهی به این حالا عمل کردن یا اینکه جا انداختن. اول که اومد بعد اینکه چونو درخواست شد رفت تو رادیولوژی که ریداکت بشه بیمار. اونجا گفته بودم خاطر اینکه پیچ خوردگی زیاده نیاز که جراح هم همراه ما باشه، که بعد جراح که ویزیت کرده بودن گفته بود بعد که ریداکشن انجام نشده بود جراح گفته بودن که مریض بره او آر. دیروز صبح ساعت 11 تقریبا رفتن او آر 11:30، که من صبحم رفتم مریض رو ویزیت کردم، خیلی حالش بهتر شده بود، اصلا بیقراری نداشت. بله رفتن او آر. درسته، مرسی. خب پس بچه ها ببینید الان نقش شما باز به عنوان نقش من به عنوان یه جنرال پدیاتریشن، نقش شما به عنوان یه جنرال فیزیشن چقدر مهمه که اینو بچه 6 ماهش آدم حالا بچه ها میبینین، منم بچه ندارم ولی واقعا چقدر سخته که آدم بچهش بره زیر تیغ جراحی علکی، یعنی وقتی طول میکشه که اینجوریه. پس شما، من میخوام قبل از اینکه شما امواژیناسیون تو این جلسه یاد بگیریم و زیر و بمش رو، برخورده با یه بچه بیقرار رو یاد بگیریم. بچه ها هیچی رو ساده نگذن، نه که انقدر اوور دیاگنوز بکنیم که پدر اون مادر رو بچه رو در بیاریم، ولی بدونین بچه بیقرار میبینیم تبش رو بگیرین، هارت ریتش رو بگیرین، علائم حیاتی رو بگیرین، شرح حال درست بلد باش که بدونی که ازش بپرسی پاشو تو شکمش جمع میکنه یا نه، این اینترمیتنت یا نه، مادر نمیفهمه به شما بگه این درد شکم داره. بچه ها گاهی میفهمه می به نظرم، بعضی هم نمیفهمن. شما همیشه حساب بذارین رو این که نمیدونه به شما بگه، بنابراین مننژیت ممکن بود این بچه الان مننژیت بوده باشه و الان شنواییش هم از دست داده باشه. UTI خب UTI، همه این علل مهم، سپسیس، اینا رو تو ذهنتون بچه ها داشته باشین. ببین اگه این زودتر فهمیده بودن بچه ها، امواژیناسیون ایلوکولیک شایع ترین نوعه. چند نوع بچه ها امواژیناسیون داریم؟ یعنی نمیخوام خیلی هفتی باشه ولی چه انواعی از امواژیناسیون؟ لوله روده کجا تو کجا میره گیر میکنه؟ کولیک بیشتر شایع ترینش ایلوسکاله. آره ایلوسکال ایلوکولیکه. آره گاهی ایلوئیلئال داریم، ایلوئیلئال آره تو هنوخ، ایلوئیلئال پوسترجری ممکنه دیده بشه و خود به خودم خیلی مواقع بچه‌ها جا میره ایلوئیلئال، ولی ایلوکولیک ایلوسکال و میان راحت میتونن با انما. انما چی میدن بچه‌ها؟ یکی شایع‌تر و کم آرزوتر و اسمو انمای هواست، هم آرزوی کمتری داره، ریسکش کمتره، هم ریلکس کمتری داره. نهایت قدم اول انمای هوا انجام میدیم، اگه امکان پذیر نبود انمای سالین با سالین انما انجام میدیم، اگه اون هم نشود در مرحله آخر باریوم انما. باریکالله. پس الان چیزی که شایع تره بچه ها انمای هوا و به قول دکتر تو مرحله بعدش نرمال سالینه و خیلی خوب دیدیم که نان اینویزیو دیگه، راحت بچه بدون یه جراحی میشه. جالبه که اینو مطالعه کرده بودن خانم دکتر یغمایی، اینا وقتی که اتند اورژانس بودن که الان میشناسیدش، استاد یغمایی الان اتند آی سی یو هستن، یه مطالعه کرده بودن، اومده بودن این واژینیشن ها رو جمع کرده بودن، دیده بودن حالا اونایی که استاد ریداکت کرده بودن اود کمتری داشتن، یعنی ممکنه استاده بالاخره تجربه و اینا باعث میشه کامل جا بره. گاهی تو حالا جا انداختن رزیدنتی اود دیده شده بوده، خب بنابراین اگه خوب جا رفته باشه هم اودش کمه، همین هم که بچه کارش به جراحی نمی کشه. دقیقا شرایط همینه، یه بچه میاد با دلدر بیقراری جمع کردن پا و اگر که طول بکشه بچه ها، بچه میره به سمت این بیحالی، میره به سمت علائم شوک، دفع مدفوع خونی، که دیگه تو این شرایط رادیولوژیست اصلا خیلی مواد زیر بار نمیده، میگه من میترسم که بیا مثلا اینو جا بندازم روده سوراخ بشه، وضعیت بدتر بشه، مریض اصلا دکامپنسیت بشه، بهتر پس از همون اول ببریم جراحیش بکنیم. خب پس این از این. خب راه تشخیصیمون هم که سونو، حالا گرافی هم بکنیم ممکنه گاهی اون اوپاسیته روده دیده بشه، ولی راه تشخیص ما بچه ها اصلا گرافی نیست، سونوه. خب آره،
خب حالا بچه ها، این بچه که متاسفانه کارش رسیده بود به جراحی، ولی اگر که بچه رو بردین و ریداکت کردین، بعدش کی مرخصش بکنین و با چه دستوری مرخصش بکنین؟ مثلا اول که ریدا کردیم سونه کنترل، دو نوبت سونه کنترل باید با فاصله 6 ساعت انجام بدیم که ببینیم ریداکشن موفق بوده یا نه. یک نوبت هم 24 ساعت بعد از سری آخر، اگه ریلپس نداشت و وضعیت بیمار از نظر هیدریشن همه این اوضاعش خوب شد، اطمینان پیدا کنیم نسبت به اینکه عفونتی چیزی ایجاد نشده باشه، بعدش میتونیم بیمار رو تشخیص. حالا ما یه ذره مودیفای شده ترش، ببین ما یه بار سونو اگه بچه کامپلیکه نباشه، چیز نباشه، یک بار بعد جا انداختن سونوش میکنیم 6 ساعت بعد. اگه 6 توی سونو 6 ساعت بعدش خوب بود بچه، میتونیم راستش با علائم خطر مرخصش بکنه. علائم خطر اینه که دوباره میگی به مادر ممکنه بچه بیقرار بشه، ممکنه که بیحال بشه، اما تو تا بیقراره احساس کردی داره بیقراری های پریودیک پیدا میکنه، زودی بیارش. خب و اینکه دکتر نوشتن 48 تا 2 ساعته، بعد بله دقیقا 24 تا 48 ساعته، ولی یه سونوی مجدد دیگه درخواست میکنیم، یه ویزیتی درخواست میکنیم، ولی بچه رو طولانی دیگه بچه ها نگه نداریم، دیگه بچه بمونه چیکار کنن. ما پی اوش هم میکنیم، یعنی سونوی نرمال داشت اجازه داریم پیو کنی، پیو میکنی 6 ساعت بعد یه سونو میکنی که اگه نرمال بود انشالله دیگه کاریش نده. خب بعد توی معاینه هایی که نوشته بودی، معاینه گوش و اینا نوشته بودی دقیقا درسته، بچه چه اتیولوژی برای اینتوساسپشن معمولا ما پیدا میکنیم؟ چی ممکنه باشه؟ خب بفرمایید بچه ها، بنویسید ببینیم چی میگیم. بله عفونت اخیر 90% ایدیوپاتیکه بچه ها، 90% یعنی ممکنه هیچ علتی پیدا نکنید، ولی عفونت اخیر خیلی مهمه. دقیقا لنفنود های بزرگ شده، این لنفنود رو نوشتین یادم افتاد تو NLH گاهی دیده میشه که یعنی این لیمف نودایی به دنبال آلرژی توی جدار روده زیاد دیده میشه و این خودش باعث تو هم رفتن روده میشه. توی اینا وقتی اوت کنندم گاهی میشه، میگن درمان آلرژی خودش باعث توقف این اوت شدن ها میشه. توی اونایی که بچه اود شدید میکنن، یعنی مکرر اود میکنن، هم علاوه بر حال این لیمف نود داشتن، اودای مکرر گاهی دوره های کورتون هم میدن. خب خیلی پیش نمیاد ولی گاهی کورتون هم میدن، این باعث بهتر شدن شد. در مورد عفونت گاسترانتریت میتونه، اوتیت میتونه. برای من تو معاینه وقتی گفتی اوتیت برام خوب بود که گوش بچه رو نگاه کردین و مثلا گاسترانتریت بچه بکنه، هر عفونتی ممکنه بکنه. مثلا الان کووید بچه ها خیلی لیمف نود مزانت میده، خود اون لیمف نودا بزرگ میشه، خودش ممکنه که یه امواژیناسیونی هم به ما بده. خب اون مال کیه؟ کی دکتر؟ دکتر به من میگن اینجا ممکنه که دیورتیکول مکل باشه، یعنی شما اینجا به چی فکر میکنی؟ اگر مثلا دیورتیکول باعث این علائم بشه آره، ولی خب میتونه دیورتیکول باشه، یه سری چیزای دیگه هم ممکنه که باعث بشن. ما به اینا میگیم بچه ها چی میدونیم؟ شما به طور نرمال انتظار دارین که عفونت باشه، مثلا عفونت هایی گفتم مثل اوتیت و اینجور چیزا باشه یا آیدیوپاتیک باشه، اما کی میده؟ اون میگن نقاط پیشرو به فارسی، که البته چیز نیست، در واقع میگن لید پوینت. کی شما شک میکنین که این بچه لید پوینتی داشته باشه؟ مثل دیورتیکول مکل، مثل مثلا بچه ها یه وقت آدنوکارسینوما ممکنه باشه. بچه سن رو بگیریم 3 سال، ها سن رو بگیریم، ماکسیموم سن رو بگیریم 3 سال، ما 3.5 سال هم میبینیم، اما اگه یه بچه 7 ساله یه دفعه بیاد بگن امواژیناسیونه،
دیگه ما نمیتونیم خیلی بگیم که این بچه الان چیز کرده، امواژیناسیون کرده. یه لحظه من گوشیم یه لحظه بچه ها من عذرخواهی میکنم، ببخشید. خب پس بچه ها یه چیز خیلی مهم همین پیدا کردن لید پوینت. برای من اگه شما بچه سن بزرگتر میبینید، مخصوصا اگه چند بار تکرار شده باشه، حتما باید بچه ها. اصلا یه بار ما یه بچه 7 ساله داشتیم، دکتر زین العابدین رو که اصلا میشناسیم، چقدر کارشون عالیه، جراحمونه، به من گفتن که دیگه تو اپیزود درد بذار ببرمش اتاق عمل ببینم این چیه دیگه. یعنی یه بار جا انداخته بودن دیشب، دوباره بچه گرفته و گفتن این دفعه تو درد بگو ما بریم ببینیم کجا این دقیقا چیه، دنبال لید پوینت بگردن. یه مریضی هم من تو رزیدنتی کیس ریپورتش کردم، آدنوکارسینوم در اومده بود، اونم بچه 7-8 ساله بود، دختر 7-8 ساله. پس موقعیه که شما انتظارش رو نداری، ریکارنت میشه، خب حتما باید دنبال بچه ها لید پوینت بگردی. دیگه همین نکته به ذهنتون میرسه آیا که من نگفته باشم، صحبت نکرده باشیم؟ اتیولوژی گفتیم، تشخیص افتراقی ها رو صحبت کردیم، درمان رو گفتیم، فالو آپ هم تقریبا گفتیم. اگر سوالی هست، نکته ای هست که من از ذهنم جا مونده باشه بفرمایید. خب بگو، روشن کن، بگو، صحبت کن. در مورد تو فیزیکال اگزم این مریضه یه سری هالمارک ها داریم تو یافتای فیزیکال که یه وقتای یه سری مسای سوسیسی شکل میبینیم تو اینا و این رایت لوب کوادرانتشون خالیه، دنس ساین میگن. یه ساین دیگه هم تو اینا که یه وقتایی دیده میشه تارگت ساینه که تو این بیمار داشتیم، تو سونوش هم گفته شده که یکی از یافتای فیزیکال این مریض. خب پس اون تارگت ساین ما توی چی میبینیم؟ تو سونو میبینیم؟ اون توده سوسیسی که دکتر فرمودن توی لمس خیلی مواقع میبینیم که میگن اگه این توده لمس توده باشه، درد شکم کولیکی باشه، دفع مدفوع خونیه یعنی کارنت جلی هم باشه، بالای 90% امواژیناسیونه. به قول دکتر دونات شیپ و تارگت ساین در واقع میگن. خب دیگه چه نکته ای بچه ها چیزی هست که ما نگفته باشیم؟ منیجش هم خب قاعدتا باید MPO بچه باشه اون موقع. خب یه سرم در حد مینتننس براش بذاریم اگه دهیدریشن واضحی نمیبینید و سونو بکنید و همین کار اضافه ای نمیخواد. الکترولیتی که میخواین رو ببینیم که ایراد نداشته باشه، اگر داشت اصلاح بکنید و اگر حجم خونریزی زیاده چک هموگلوبیناتون باید در واقع حالت پریودیک باشه و چک بکنید. بله بیشترین احتمال ریلپس دقیقا تا هم 72 ساعت اوله، بخاطر اینکه ممکنه که بچه به درستی جا نرفته باشه و دوباره جدار رود ملتهبه و دوباره این اتفاق بیفته. بله نکته سوال توی لب دیتا سی آر پی حقیقتش برای اتیولوژی شاید کمک بکنه، ولی برای خود ماجرا قاعدتا خیلی نه.
خیلی وابسته، اصلا این تشخیص خیلی وابسته به آزمایش نیست بچه ها. ولی وقتی که میبینیم این بچه الان طول کشیده، چون چند روز این دست اون دست شده، احتمالا فاکتور التهابی و لوکوسیتوز و اینا پیدا کرده، ولی کن خیلی ما وابسته به CRP یا آزمایش ها تو این مشکل نیست. جراح هم که دیده بودن گفته بودن که احتمالا داره به سمت نکروز میره، سریع باید بردن جراحی بعد دیگه حالت اورژانس میشه دیگه جراحیش. خب نکته دیگه خب بچه ها جون خسته نباشید، بازم از اون تاخیر چند دقیقه‌ای به خاطر این دیر ران کردن برنامه من عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خسته نباشین بچه ها. خدا نگهدارتون، خواهش میکنم، خواهی نکردم.